همینطور که روز جمعه به شما وعده داده بودیم در مراسم افتتاح آثار و تابلو فرش‌های کهن در گالری چی در مراسم افتتاحش رفته بودیم و آثار سحر قربانی رو دیده بودیم و گزارش کوتاهی اشاره کوتاهی به این نمایشگاه خاص ویژه خلاقانه سحر قربانی کرده بودیم، گفته بودیم وعده داده بودیم که ایشون رو دعوت می‌کنیم بیان توی برنامه ما. امروز به وعدمون عمل کردیم و ایشون مهمان عزیز ما هستن. قبل از این بگم که سحر قربانی کمتر از 28 سال سن داره، اما تخصصش بیشتر در زیباسازی شهری است که با شهرداری تهران به طور پروژه‌ای یا پیمانکاری یا پیمانی همکاری میکنه و اگر چیزهای زیبایی در شهر میبینید بدونید که اثر سحر قربانی است و قربانی خودش تو این زمینه ها فعالیت میکنه. خانم قربانی خیلی خوش اومدی به برنامه ما. سپاسگزارم از لطفتون، از دعوت و میزبانی شما. سپاسگزارم. ما که اومدیم نمایشگاه شما چند چیز خیلی موجب لذت ما شده. یکی این که این نمایشگاه در کافه گالری قهوه چی بوده؟ بله. با خود صاحب کافه گالری قهوه چی وقتی صحبت کردیم از اینکه کار خلاقانه کرده خیلی خوشمون اومد، خیلی زیبا بوده و این اسم گالری هم گذاشته چی؟ یعنی بله. قهوه چی رو هم به ثبت رسونده که خودش هم اینم کار خیلی خوبی بوده. اما کار خود شما هم ما رو غافلگیر کرده، حتی کارشناس همراهمون خانم سپیده امام نژاد هم گفته بود که خیلی کار خلاقانه‌ای بوده، کار خاصی بوده. چی شده سحر تو رفتی زنجان و این فرشا رو پیدا کردی و این کارا رو کردی و تابلوی به این زیبایی آفریدی، خلق کردی؟ ممنونم از توضیحاتتون. ما اصالتاً زنجانی هستیم و خودم به علت اینکه رشته تحصیلی معماری هست و علاقه زیادی به هنر دارم، مخصوصاً هنر اسلامی، در این جهت تصمیم گرفتم که بتونم آثاری رو جمع‌آوری بکنم که بتونم دیدگاه خودم رو برای افرادی که نسل جدید هستن و شاید خیلی علاقه‌مند نیستن بخوان برن دنبال تاریخ، خیلی دوست ندارن قدمت فرش‌ها یا لوازم آنتیک رو ازش اطلاعاتی داشته باشن، از طریق فرش و لوازم آنتیکی که خیلی توی این مدت جمع‌آوری کردم خواستم که هنر اصیل ایرانی و هنر اسلامی و یک مقدار جلوه‌شو بیشتر بکنم از طریق برگزار کردن این نمایشگاه و بتونم به معرض عموم قرار بدم و نسل جدید هم بتونن آشنا بشن با تاریخ ایران. بله، بیشتر جاجیم بود و فرش بود. بله. و بیشتر مال دوران پهلوی اول و پهلوی دوم بود. بله. اینا که بود یکی دو تاش می‌خورد به پیش از پهلوی هم بودن. بله. شما تعمدن اینا رو انتخاب کردید یا اینکه همینا دستتون پیدا شده؟ یعنی تعمدن این تاریخ رو انتخاب کردید یا اینکه فرشای مثلا دوران دیگه دستتون نیومده جلب توجهتون رو بکنه؟ لازم به ذکر بهتون بگم که من تخصص زیادی در زمینه فرش ندارم و صرفا بر اساس ذوق و سلیقه خودم سعی کردم فرش‌هایی رو انتخاب بکنم که شاید حتی برای خود فروشنده ها هم خیلی از نظر اونها ارزشمند نبود، به علت اینکه در حال حاضر مشتری ها بیشتر علاقمند هستن تا بتونن طرح‌های مدرن رو تهیه بکنن و اینها بر اساس سلایق مشتری ها کارهای جدید رو دارن تولید میکنن. منتهای مراتب من وقتی که توی تیمچه ها و بازار زنجان داشتم میگشتم دنبال فرش، تیک فرش هایی رو دیدم که از نظر خودم بسیار رنگ بندی جذابی داشتش، کارهای قشنگی بود، اینها رو انتخاب کردم. ولی از لحاظ اینکه همون زمان بتونم تشخیص بدم که قدمت اینها برای چه زمانیه، هیچ تخصصی نداشتم، ترجیح دادم بیام تهران توسط کارشناس فرش بتونم قدمت اینها رو مشخص بکنم و چون خیلی از اینها رو نمیشه کاملا دقیق مشخص کرد، من به طور میانگین زدم. بله. و اون موردی که شما اشاره
اشاره کردین که بیشتر از 100 سال بود که جاجیم هم بودش، اونو ما حدوداً زدیم، چون واقعا نمیشه گفتش که آیا این برای 90 سال پیشه یا 88 سال پیشه. بله. ما سعی کردیم یکی دو سه سال بالا و پایین. بله. بوده. ما بیشتر چون به جنبه اقتصادی هنرم توجه میکنیم و خب بالاخره هر هنری به اقتصاد هم منتهی میشه، دیدم که قیمتی که برای تابلوهاتون انتخاب کردید قیمت های خوبی بوده، مناسب. بله. و منصفانه بوده. 1,200,000 تومان حداقلش بوده و نزدیک 3,000,000 تومان یا 2,900,000 تومان هم دیگه یکی دو روز الان گذشته دیگه، نه یکی. بله. دو روز از نباشه، جمعه است، امروز یک شنبه است، جمعه تا اکنون. خب یواشکی به من بگین که استقبال تو خریدم شده یا نشده؟ بسیار عالی. من خودم اصلا انتظار چنین استقبالی رو نداشتم. میتونم بهتون بگم اون روزی که شما آمدین اولین نفری بودین که وارد نمایشگاه ما شدین. بله. و تمام تابلوها وقتی که شما آمدین تازه قیمت گذاری شده بود، هیچ مشتری نیامده بود، ولی تا این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم فقط 4 تا از تابلوهای ما باقی مانده. آفرین به شما، تبریک میگم. پس پا قدم ما خوب بود. بله. خیلی متشکرم. بله. سر قربانی. گفتگو با خانم سحر قربانی رو شنیدید. اما امروز پیش از ظهر ما رفتیم برای افتتاح اولین پاساژ آنلاین ایران، توبا شاپ، در مجتمع تجاری اداری توبا که بیش از 600 فروشگاه فیزیکی در اونجا وجود داره و با این راه اندازی آنلاین یا توبا شاپ دیگه این فروشگاه ها هم فیزیکی خواهند بود هم آنلاین به کارهای کسب و کار خودشون میپردازند. امیدواریم که موفق بشن. در صورت برنامه‌های مفصلی داشتن برگزار کنندگان این یا راه اندازان این پاساژ آنلاین ایران در توبا شاپ. امیدواریم که موفق بشن و خودشون رو هم اولین پاساژ آنلاین اعلام کردن، که من فکر نمی‌کنم اینطور باشه، برای که خیلی جای دیگه هم هستن که هم فروشگاه فیزیکی دارن و هم آنلاین دارن کار میکنن. اما بعد از ظهر امروز، عصر امروز، ما مهمانان عزیزی داشتیم در دفترمون، آقای کیوان ساکت و همینطور آقای فاضل جمشیدی، به اتفاق در مورد سرود کتاب و آلبوم شرق اندوه با هم صحبت کردیم. صحبت مفصلی از آب در اومده و شما برنامه مفصل روی آسیا نیوز آنلاین، آسیا نیوز ایران خواهید دید و این گفتگو غیر از گفتگوش یکی دو بار هم خواهش شده از ایشون که قطعاتی از همون آلبوم شرق رو بنوازن آقای کیوان ساکت که در برنامه ما نواختن. برنامه آماده میشه، اون رو در آسیا نیوز ایران خواهید دید. اما اون چیزی که باید بهش اشاره بکنم این بوده که همزمان با ضبط برنامه آقای کیوان ساکت، آقای حمید سپیدنام و پگاه سپیدنام، مستر تستر و میسیس تستر، هر دو با هم مهمان ما بودن. مهمان ما نبودن، اومده بودن برای گفتگو که توامان برنامه ما رو اونها به طور مستقیم از پیج پرطرفدار خودشون پخش کرده بودن و خود اونها یه گفتگو با ما داشتن در مورد آسیا نیوز ایران و همینطور نقل خاطراتی با آسیا که آقای مستر تستر یا حمید سپیدنام با ما داشته. این برنامه هم که آماده میشه حتما از پیج مستر تستر خواهید دید و ما همون رو پخش خواهیم کرد. و حالا میپردازیم به مطالب سر صفحه. 40,000,000 دلار کالا در آستانه فساد قرار گرفتن. این مطلب رو معاون فنی گمرک ایران گفته و اضافه کرده که در حال حاضر حدود 40,000,000 دلار کالا با اولویت ارزی غیر فعال با حدود 400 اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود داره و گفته این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارن. بارها گفته بودیم که این کالاهایی که در گمرک مانده رو باید به یک نحوی اجازه خروج بدن، اما گویا گوش شنوایی نیست.
و همین موضوع موجب میشه که بازار ارز هم تکان نخوره. همینطوری که میگیم اینا مجموعهش موجب میشود که هر اقدامی که میکنن که ارزش دلار پایین بیاد پایین نمیاد. امروز دلار 24220 تومان بوده و یورو هم 29100 تومان و هر سکه طلا هم در کف بازار با افزایش رو بوده شده به 10,991,000 تومان رسیده. شاخص کل بورس هم امروز 35,152 واحد افزایش داشته و از همه اینها جالبتر و مهمتر این که اسکناس‌های جدید با حذف اون 4 صفر مشهور به یک شیوه مبتکرانه رونمایی شده. این اسکناس‌ها دیگه اون 4 صفر رو ندارن به اون صورت آشکار که تصاویرش رو حتما می‌بینید. و اما از واردات موز روزهای قبل گفته بودیم و اینکه در واقع یک نوع مافیا در بر بازار موز حاکم هست. امروز آقای محمد حسین بهشتی پدر داماد رئیس جمهور که یکی از وارد کنندگان موز هست در دفاع از خودش گفته در حالی به من برچسب سلطان موز میزنند که در هفته در نهایت 5 تریلی واردات موز دارم که از هفته آینده دیگر ندارم. در واقع ایشون به نحوی عقب نشینی کرده یا این 5 تریلی را هم نمیدونیم چقدر هست، ولی از اینکه پس هفته آینده واردات موز نداره خودش سوال برانگیزه. اما در خبرهای جهانی یک چغلی بکنیم که در صفحه اصلی وزارت خارجه روسیه به جای خلیج فارس نوشته شده خلیج عربی. این هم از دوستان شمالی ما که بعضی از مقامات یا بعضی از دوستان اینقدر به دوستی اونها تکیه میکنند. نماینده ویژه سازمان ملل آقای مارتین گریفیتس هم امروز وارد تهران شده و در مورد مسائل مختلف خصوصا بحران یمن میخواد گفتگو بکنه. اما در میان یادداشت‌های امروز به یک نکته از صد نکته‌ای که درباره دیپلماسی و امنیت ملی ایران آقای محسن امینزاده نوشته اشاره می‌کنیم. این یک نکته این است که ایشون نوشته ایران برای تأمین منافع ملی خود و قدرت ملیش نیازمند توسعه ملی است و برای تأمین امنیت ملی خود نیازمند قدرت بازدارندگی اقتصادی است. ایران حتی برای تحقق سیاست‌های با گرایش اقتصاد درونزا نیز به دیپلماسی جهانی و سیاست خارجی توسعه‌گرا برای بازنگه داشتن بازارهای سرمایه و تجارت و تکنولوژی به روی اقتصاد و صنعت و تجارت ایران نیازمند است. و در پایان اشاره میکنم به یادداشتی از آقای دکتر احمد زیدآبادی. ایشون در این یادداشت امروز خودشون نوشتن امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که پیش از این از لزوم حضور عربستان در مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران سخن گفته بود، در تازه‌ترین اظهار نظر خود از نوع حضور اسرائیل در چنین مذاکرات نیز سخن به میان آورده است. و بعد اضافه کرده مکرون قاعدتاً از میزان حساسیت رهبران جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل بیخبر نیست، اما چرا وی برای ایفای نقش میانجی امین بین ایران و آمریکا پای اسرائیل را هم وسط کشیده است؟ اضافه کرده آقای زیدآبادی که ظاهراً مکرون با دلگرمی به حمایت دولت جو بایدن برای حل یا مهار جدی بحران‌های خاورمیانه ابتکاری در سر دارد که امیدوار است با آغاز مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران در دستور کار بین‌المللی قرار گیرد و اجماعی بر سر آن حاصل شود. آقای زیدآبادی در یادداشت خودش میگوید از نگاه مکرون اگر بر سر یک دستور کار
دیپلماتیک مشخص اجماعی جهانی شکل گیرد، ایران و دیگر کشورهای منطقه امکان مقابله با آن را نخواهند داشت. و اضافه کرده به دلیل مشکلات انباشته شده اقتصادی و اجتماعی، جمهوری اسلامی نمیخواهد به صورت مانع اصلی هر نوع ابتکار تازه بین المللی معرفی شود. از همین رو سران جمهوری اسلامی ایران احتمالاً برخوردی گزینشی را در برابر دستور کار مشترک اروپا و آمریکا در پیش خواهند گرفت.